سلام، درود بر شما بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه، شرایط شادی رو سپری کنین. عزیزان، امروز برنامه پارسفین یک ساله شد. تبریک میگیم به شما، شمایی که همراهی کردیم برنامه. تبریک میگم به خاطر اینکه در کنار هم دیگه تونستیم یک برنامه رو یک سال پیش ببریم. هرچند برنامه کاستی ها و کمی های هم داشت، این کاستی و کمی ها رو با کمک شما تونستیم قدری رفع کنیم و در آینده حتما در شرایط بهتر قرار خواهیم گرفت. با کمک شما عزیزان، با همراهی شما عزیزان، با شما عزیزانی که با ارسال ویدیوهاتون، نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون مسیر رو برای ما شفافتر کردین و به ما کمک کردین که چه برنامه‌ای مد نظر شماست. سپاسگزاریم از شما. دوست داشتیم برنامه جشن یک سالگی رو در استودیو و در شرایط دیگری برگزار کنیم، اما چه کنیم که ویروس کرونا جدای از برنامه ما همه برنامه ها رو تحت تاثیر قرار داده. دوست داشتیم دعوت کنیم از تعدادی از هنرمندان و تعدادی از بینندگان در استودیو در کنار ما حضور پیدا کنند و همراهی کنیم جشن یک سالگی برنامه را، اما شرایط این اجازه را نداد. اما عزیزان، حتما بعد از کرونا، بعد از قرنطینه و در شرایطی که برنامه ها به روال عادی خودش برگرده، حتما برنامه ویژه‌ای رو تدارک خواهیم دید و ساعات طولانی تری رو در کنار شما خواهیم بود. هنوز جهان درگیر ویروس کرونا است و مردم بل اجبار باید قرنطینه رو رعایت کنن. اما خب همینطور که دارین میبینین، هوا بهاری شده، آفتاب، آب، باران، همه چی داره همراهی میکنه برای اینکه ما در طبیعت حضور پیدا کنیم و چقدر وسوسه میشیم برای اینکه قرنطینه رو ترک کنیم. اما عزیزان، شاید ارزشمندترین چیزی که امروز ما متوجه شدیم و باید قدرش رو بدونیم، سلامتی خودمون و عزیزانمونه. هرچند که برای اینکه بتونیم در شرایطی قرار بگیریم دور از این شرایط قرنطینه و یا اگر میخوایم بیرون بریم، حتما یک مسئله بسیار مهم رو مد نظر داشته باشین و اون هم ارتباطاتمون با دیگران و فاصله گذاری هست. اگر در فروشگاه ها حضور پیدا میکنیم، اگر برای خرید به جایی میریم، اگر مجبوریم در شرایطی قرار بگیریم که دیگران هم هستند، حتما فاصله گذاری و فاصله رو با افرادی که در کنارمون هستند رو باید رعایت کنیم. چرا که امروز این مسائل مهم قسمتی از زندگی ما شده و چاره ای نداریم. هرچقدر ما اهمیت بیشتری نسبت به نکات بهداشتی بدیم، حتما مسون خواهیم موند از این ویروس کشنده، ویروسی که امروز ما رو در شرایط غیر طبیعی و معمولی زندگی قرار داده. سپاسگزاریم از هنرمندانی که ما رو همراهی می کنند، هنرمندان عزیزی که از اقصا نقاط دنیا همراهی می کنند این برنامه رو و برای ما ویدیو می فرستند. هنرمندان خوبی که به ما میگن در قرنطینه به چه کاری مشغولن. استنداپ کمدین هستم و کارم اینه که برم جلوی مردم بخندونم. الان یه ماهه که من نه شوی داشتم، نه کسی بهم زنگ زده گفته بیا ما رو بخندون. بخاطر همین تو خونه بودم، با بچه ها بودم، با بچه های خودم بودم، 3 تا بچه دارم و با خانومم بودم. یه خانوم دارم، نه بیشتر. و میشه گفت الان میگم یه ماه اصلا هیچ کاری نکردم، فقط خونه بودم. سعی کردم به دخترم رو کمک کنم با کارهای مدرسهش، پسرم رو کمک کنم با کارهای آمادگیش که پسرم 6 سالشه و یه دختر کوچولو هم دارم که 1.5 سالشه و سعی میکنم فقط پوشک اون رو عوض کنم. کمک کنید.
Come help me. نه شوخی میکنم. ولی قرنطینه چیزی که خوب بود الان این بوده که نیست خونه خیلی بودم. الان وقت داشتم غذای ایرانی درست کردم. یعنی غذای ایرانی درست کنم. چون قبلا وقت نداشتم. میدونیم قبلا بیشتر نیست خانم من فنلاندیه و منم زیاد خونه نیست. منم زیاد موقعی شو خیلی دارم زیاد خونه نیستم. بخاطر همین غذا خیلی کم ما. غذای ایرانی مخصوصا خیلی کم درست میکردیم. ولی الان کم کم هفته یه بار هفته دو بار سعی میکنم غذای ایرانی درست کنم. خورشت‌های مختلف یاد گرفتم درست کردم و بهترینش اینه که بهترین مرحله این کار اینه که به مامانم زنگ میزنم و سعی میکنم از مامانم بپرسم این غذا رو چجوری درست میکنم و مامانم سعی میکنه بهم بگه دیگه از رو فیس تایم و واتساپ و مختلف سعی میکنه بهم بگه. مثلا بهش زنگ میزنم بهش میگم ماما این الان پیازه آماده است و مامانم میگه خب بوش کن. میگم خب بوش کردم بعد چه مزه بوی چی بده؟ میگه خب بو چی میده؟ میگم چون دارم بو پیازه. میگه بو سوخته میده؟ میگم نه بو سوخته نمیده ولی مثلا فکر کنم الان بسوزه. نه دیره برش. یکی مثلا برنجی خواب آب کش کنم به مامانم زنگ میزنم میگه الان برش دارم. ولی خب خوب یاد گرفتم غذا هم بد نی بچه هم میخورن. ولی خب میگن دیگه میگن غذای ایسی مثل غذای ماما نیست و حالا شاید یه روزی منم بتونم غذای ایرانی درست سابی درست کنم. واسه بچه که تو فنلاند هستن تو این قرنطینه هستیم یه ذره دلم شور میزنه واسه بچه هایی که مخصوصا فنلاندی خوب بلد نیستن، یعنی که تو این جامعه بزرگ نشدن، یعنی که تو این جامعه جا نیفتادن و مخصوصا الان بابت کرونا شاید تنها باشن، یعنی که ندونن مثلا یه چیزی بشه مثلا چه کجا باید برن چه کاری باید انجام بدن. یه ذره دارم واسه اونا شور میزنم و مخصوصا بچه هایی که تنها هستن. میدونم اینجا من مامانم اینا با اینکه مامانم اینا اینجا زندگی میکنن همیشه یه ماه هم دیگر ندیدیم، هر روز با تلفن اینا حرف میزنیم ولی میدونیم ما عادت کرده اونامی که اونا سه روز چهار روز در هفته میبودن خونه ما ولی الان میشه گفت یه بزنس که یه ماه نهیدمشون و دلم تنگ شده. ولی فکر کنم بعد این که این تموم بشه جامعه همونم تموم عوض میشه. میدونین اصلا طرز فکر کردنمون راجع به خیلی از چیزها عوض میشه. فکر کنم دوباره یاد بگیریم که چه چیزهایی واقعا مهمه تو زندگی و چه چیزهایی فقط میدونیم ما فکر میکنیم مهمه. آره همین، زیاد بیشتر از این وقت تو نمیگیرم. از خودتون نگهداری کنین و سعی کنین که کرونا رو نگیریم. خدافظ. تصمیم داریم تغییرات بزرگی در برنامه پارسوین داشته باشیم. حتما با شما در میون خواهیم گذاشت و از شما نظرخواهی خواهیم کرد برای تغییرات در برنامه، چرا که همراهی شما بسیار برای ما مهم و حائز اهمیت است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بدرود. سلام برای همه شما که دارین پارسوین نگاه میکنی. اسم من پدرام هست و من میخوام برای شما یکم نشون بدم که چه این کار که شما میتونین یکم موزیک جاز بزنی این وقتی که شما تو قرنطینه هستین.